255. چه تعداد از عبارتهای زیر درست بیان شدند؟ یونهای کلوریت، نیتریت، آزید و سولفید همگی از تعداد اتمهای یکسانی تشکیل شدند. کلور 4 تا بنیان داره، ایت یعنی بنیان کوچیک. چون 4 تا بنیان داره، کوچیک کوچیکه، یعنی CLO پیشوند هیپو میگیره و کلوریت میشه CLO2. اینجا براتون مینویسم CLO2 منفی. نیتریت یعنی NO2 منفی. تا اینجا تعداد اتمشون با هم برابره. آزید N3 یک ظرفیتی یک منفی، این هم 3 تا اتم داره. سولفیت یعنی SO3 دو منفی، 4 اتم داره. پس سولفیت اتماش با اینا برابر نیست. ب. یون NO مثبت در مقایسه با اتم NO پایداری بیشتر، یه لایه از دست داده، شعاعش کوچیک‌تره. درست این جمله. درصد جرمی نیتروژن در آمونیوم نیتریت، آمونیوم نیتریت یعنی NH4 NO2 بیشتر از پتاسیم آزید است. آزید که الان گفتم یعنی N3 یه ظرفیتی، کام که یک ظرفیتیه میشه KN3. حالا برای تعیین درصد جرمی نیتروژن، جرم نیتروژن دوتا نیتروژن داره، دوتا 14 گرم، تقسیم بره جرم کل دوتا 14 به اضافه هیدروژن جرمش میشه 4 به اضافه 2 تا او میشه 32. دیگه ضرب در صد هم نمینویسم چون میخواد ببینه کدوم بیشتره، جفتش ضرب در صد داره، خب ننویسیم. اینجا 3 تا 14 تا نیتروژن داریم، یه دونه 39 تا و 3 تا 14 تا هم جرم کل ماده هست که اگر این دوتا رو مقایسه بکنیم، گفته درصد جرمی نیتروژن در اولی بیشتر از دومی است و این جواب درست در نمیاد. مورد ت، تعداد اتم های موجود در یک مول کوپریک برومات، کوپر یعنی مس دو ظرفیتی دوشو میده، برومات BrO3 یه ظرفیتی است، تعداد اتم های یک مولش میشه 3 با 1 4 2 تا 8 و 1 9 تا، کمتر است از، باید بررسی کنیم ببینیم هست یا نه، فرو سولفات. فرو آهن 2 هست، سولفات هم که SO4 دو ظرفیتی، تعداد اتماش به 4 و 1 5 و 1 6. آیا 9 کوچکتر از 6؟ این هم غلطه. تنها مورد درست گزینه 1 یعنی یک مورد، مورد ب هست.